مؤمن هستین، مسلمان هستین، ولی متاسفانه ایمان من ضعیف است. وقتی ایمان انکشاف میکند به داخل انسان، انکشاف ایمان باعث شعله‌ور شدن و روشنی قلب است. در پرتو ایمان انسان از زندگی لذت میبرد، از عبادت لذت میبری، از عبادت لذت میبری، از ذکر لذت میبری، از روزه لذت میبری، از زکات پرداختن لذت میبری، از حج لذت میبری، از هر لحظه زندگی لذت میبری. وقتی که انکشاف میکند ایمان، عروج میکند و یا صعود میکند به طرف بالا، حتی از تمام آنچه که در زندگی، در مسیر زندگی میآید، از اون لذت میبری. چرا؟ علت چیست؟ با او حقیقت پی میبری که هر آنچه که در مسیر زندگی من میآید با اراده الله جل جلاله است. یک جمله را من همیشه تکرار کردم و بازم به دوستا تکرار میکنم که ما در دعا فرمایش میتیم خدایا ایتور بکن، خدایا اوتور بکن، خدایا اوتور بکن، خدایا اوتور بکن. آیا مناسب است که به خالق کائنات فرمایش بدیم؟ آداب دعا، وقتی که ما نیازمندی خدا به الله بی نیاز پیش میکنیم، بگیم یا الله خودت میدانی، در حالتی که قرار دارم خودت میدانی. مقوله حضرت ابراهیم خلیل، علمه بحالی یغنینی عن سؤالی، فرشته ها از پیش پرسیدن حالا خودت را در آتش میندازن، چی میخوای از خداوند؟ و وقتی که او به من خوبتر از خودم داناتر است، الله جل جلاله مرا، مشکل مرا و حالت مرا از خود من بهتر و خوبتر میداند، من خدا به او سپردم، به الله خود است میسپارم، میگذارم که او چی چیز به من مناسب میبیند. اینجا هست که بیاین ما و شما هم از این کتاب الله و از زندگی انبیا که به صفت مشعل راه به ما و شما در قرآن بیان می شود.